گودرزی سابقه بازی در تیم نفت مسجد سلیمان رو هم داره و کوشش میده کاپیتان طیبی ارسال به روی دروازه و در دستان کوروش ملکی توپ قرار میگیره. آقای محمدی ارسال به روی دروازه، یک ضربه و از کنار دروازه توپ به بیرون میره به شکلی خطرناک. رها میکنن، یک ضربه مستقیم از امیر مسعود سر آبادانی، ضربهش رو به قصد چهارچوب میزنه که در چهارچوب هم نبود. همچنان فرصت هست در این لحظات پایانی در نیمه اول، یک ضربه که مشخص بود در دستان دروازه‌بان قرار میگیره. استقلال حالا بازیکن تیم شمس‌آذر پشت محوطه جریمه، یک ضربه مستقیم توی دروازه، نه آفساید، آفساید در میانه راه. مهاجم تیم شمس‌آذر اثر گذاشت و توپ در شرایط آفساید به طور دروازه استقلال چسبید. این که انشاءالله در این فصل شروع کنه و شایستگی‌های خودش رو به نمایش بذاره. یک ضربه مستقیم اثر می‌ذاره مدافعین در محوطه جریمه و باز هم بازیکنان تیم استقلال. حالا استقلالی ها بارانی مهیا میکنه، بارانی در محوطه جریمه یک ضربه و از بالای دروازه توپ به بیرون میره. گرفت گروسیان و چه موقعیت رو از دست دادن و بازم فرصت و توی دروازه گل. گل برای شمس‌آذر قزوین دقیقه 60. ملاحظه بفرمایید اینجا این ضربه سر آبادانی بود، امیر مسعود سر آبادانی. بازر در نیمه دوم در مسئولیت از زمین خارج شدن بازیکن تیم استقلال و ضربه زیبا از آقای پور. مدافعین برگشت میدن، یک ضربه مستقیم از محمود مطلق زاده که توپش با اختلاف از بالای دروازه به بیرون میره. برگشت میشه، باز هم بازیکن تیم استقلال انده هستن. پرتاب توپ از قهرمانی، فرصت و از کنار دروازه نفسگیر ضربه فراز امام علی از کنار دروازه به بیرون میره. واگذار میکنه یک ضربه و توپ باز هم توسط گروسیان کنترل میشه. تعویض برای استقلال خوزستان تا لحظات دیگه، خود کاظمی یک ضربه که بهش مستقیم به بیرون میره. یک فرصت رو مهیا میکنه، چقدر زیبا و چقدر خوب گروسیان میگیره. ارسال به روی دروازه، یک ضربه سر آرام که در دستان کوروش ملکی تو قرار میگیره. بازیکن تیم شمس‌آذر و تو در چارچوب نیست. توی دروازه این چهره استقلال یک، شمس‌آذر یک. بهروز بارانی دیگر خوزستانی تیم استقلال خوزستان تا لحظاتی دیگه به ترکیب تیم اضافه میشه. یک ضربه سر، واو چه فرصتی رو از دست دادند. واگذار میکنیم به جواد آقای پور، خود جواد آقای پور ضربش رو میزنه که ضربه زیبا و خوب بود اما در چارچوب نبود. ضربه این چهره و پایان این دیدار با اینکه یک مساوی